حملات تروریستی که امروز تهران در شبکه های اجتماعی باستاب فراوان داشت کاربران ایرانی از لحظات اولیه وقوع حمله درباره آن اظهار نظر و تفسیر کردن برای جزئیات بیشتر هم کارم بهروز سبت بگی در استودیو با بهروز واکن شبکه های اجتماعی به حملات تروریستی چی بوده و کاربران ایرانی اساسا به چه نکاتی اشاره میکنن در واقع برخلاف سکوت اکثر مقام های ایرانی که تا ساعت ادامه داشت فضای شبکه های اجتماعی بسیار در واقع فعال و حتی ملتهب بود البته الان که ساعت ها گذشته از پایان حملات بیشتر جو دعوت به همدلی و همراهی و وحدت هست اما در ساعت اولیه به خصوص وقتی که صدا و سیما هم با تاخیر این موضوع رو پوشش داد خیلی ها به شبکه های اجتماعی مثل توییتر و تلگرام مراجعه میکردن و اخبار رو از اونجا میگرفتن و بحث های داغی هم در گرفت از جمله چند نمونه را انتخاب کردیم برایتون مثلا آقای احمد توکلی نماینده پیشین مجلس از جمله کسانی بود که به این دعوای مدافعان و مخالفان روحانی دامن زد و گفت چشم آقای کرواسی روشن که این اتفاق افتاده اشارش به انتقاد آقای کرواسی بود در زمان انتخابات که حضور نظامی ایران در سوریه زیر سوال برده بود یا این دوباره دیالوگی که برقرار شده که از مخالفان آقای روحانی از مدافعان حرم یاد کرده و یک کاربر دیگه بهش جواب داده که اینها موقعی که خودشون در قدرت باشن از امنیت ایران خوشحال میشن به یک نماینده دیگر پیشین مجلس اشاره کنیم خانم جمیله کدیور که یه فرضیه جنجالی رو مطرح کرده گفته با توجه به حفاظت شدید مجلس و حرم خمینی عوامل حمله کننده بدون همکاری عوامل داخلی نمیتونستن کار کرده باشن کاربر دیگه هم همین مسئله مورد اشاره قرار داده. و گفته که حتی وقتی دستمال کاغذی تو جیبت رو چک میکنن موقع ورود به مجلس چطوری با کلاشنکوف تونستن وارد مجلس بشن این بحثا بحثا داغی بود که امروز وجود داشت و همینطور بحث امنیت ایران و اینکه تا الان ادعا میشد ایران امترین کشور منطقه است اما به هر حال این حادثه تروریستی پاش به تهران و قلب کشور ایران هم باز